توی این ویدیو میخواییم با هم دیگه بررسی کنیم آیفون 15 پرو مکس رو، ببینیم که آیا میارزه که اصلا بخریمش یا نه. اگه میخوای جواب این سوال رو بدونی تا انتهای ویدیو همراه من باش. سلام علیکم رفقا، امیدوارم که حال دلتون خوب باشه و مثل همیشه تنتون سالم و جیباتونم پر از پول. تقریبا یه چند روزی میشه که از آیفون 13 پرو مکس اومدم روی 15 پرو مکس و تونستم این گوشی رو تهیه بکنم. وقتی که آیفون معرفی شد از اینکه ظاهرش زیاد تغییر نکرده بود خورد تو ذوقم و حتی اومدم یه ویدیویی ساختم گفتم آیفون خسته نباشی، همون همیشگی دیگه، همون داستان و ظاهری که توی 11 12 13 14 تا 15 ادامه داشت رو ادامه داده و یه مقداری این قضیه خورد تو ذوق من. توی استانبول گوشی 13 پرو مکس من بسته شد به خاطر اینکه رجیستر نبود، از دبی خریده بودم و همین باعث شد که بگم خب چه کاریه که الان 20000 لیر بدم اینو رجیستر کنم، نزدیک 40 میلیون تومان. گفتم بذار گوشیمو عوض کنم، بهتره که خب 15 رو تهیه کنم و اون پولی که میخوام بدم واسه رجیستر رو بذارم روی این گوشی و بتونم این گوشی جدیدو تهیه بکنم. دیگه توی این ویدیو آنباکس نداریم چون که دیگه آنباکسش به اندازه کافی توی اینترنت هست، هر کسی سرچ کنه میتونه پیدا بکنه. من گفتم که بیام یه بررسی جامع داشته باشم و تجربه ویدیوگرافر و عکاسی خودم روی این گوشی پیاده کنم، ببینم که چه اکسپریانسی، چه تجربه‌ای به من میده، چه باگایی داره، چه ضعفایی داره، چه نقطه قوتایی داره و اونا رو باهاتون به اشتراک بذارم که بدونید آخر کار، آخر این ویدیو آیا میارزه که این گوشی رو تهیه بکنیم یا نه. همین اول ویدیو باید بهتون بگم که تمامی این تستایی که میبینید یا تصاویری که از این دوربین و گوشی میبینید مربوط میشه به آیفون 15 پرو مکس، یعنی اشتباه نکنید با 15 پرو یا 15 معمول. اول از همه میخوام از ظاهر این گوشی شروع کنم که همونجوری که گفتم نسبت به گذشته تغییر ظاهری عجیب غریبی نداشتیم، یعنی سری 11 12 13 14 همشون توی شکلن، فقط و فقط توی این گوشی بدن تیتانیومی شده و این تیتانیومی شدن باعث شده که سبک بشه این گوشی. 221 گرم وزن داره. وقتی که من این گوشی برای اولین بار دستم گرفتم داشتم باهاش کار میکردم، حس خیلی عجیب غریب و بدی داشتم راستشو بخواید. وقتی که گذشت حس کردم که این سبکی خیلی بهم کمک میکنه توی حالا تصویربرداریام، توی عکاسیام و کلا روزمرگیم که دارم با خودم حملش میکنم، ولی واقعا سبک و خوش دسته. تغییر بعدی که باعث شد من از آیفون 13 بیام روی 15 داشتن USB-C، چون که من همه لوازمم دیگه تقریبا USB-C شده، یعنی کیبل هایی که ازش استفاده میکنم و خروجی و ورودی هایی که دارم USB-C و به عنوان عکاس و فیلم بردار این USB-C بودن چه کمکی به من میکنه؟ اینجوریه که وقتی من میخوام انتقال داده داشته باشم از گوشی مثلا به سیستم مک یا حالا هر سیستم دیگه ای خیلی سریعتر این اتفاق میفته. خود اپل هم میگه که این سرعت 20 برابر شده. باز همه مهمتر، شما میتونید دیگه یه هارد اکسترنال SSD اینجوری بهش وصل بکنیم با یه دونه کیبل SSD و داده هاتون رو انتقال بدین توی این هارده، یا عکسایی که داخل این دارین رو بیاین توی لایت رومتون توی گوشی یا هر نرم افزاری که میخواین باز بکنین ادیت بکنین و این خیلی کمک میکنه که دیگه نیاز نیستش که یه هارد SSD و یه کابل لایتنینگ بگیریم وصلش کنیم به این و هر جای اضافه باز کنین. به نظر من یکی از پوینت های مثبت این گوشی اومدن USB-C که به من خیلی کمک میکنه، اینکه همه لوازمم تقریبا USB-C. تغییر ظاهری بعدی مربوط میشه به اکشن باتن که تغییر عجیب غریبی نیست، زیاد به کار من نمیاد. حالا شما میتونید اینو ببینید تو کنترل سنتر عوضش بکنید، مثلا دوربینتون باز بشه یا چراغ قوتتون روشن بشه. قبلا با یه سوکت میتونستید رینگینگ رو مثلا به سایلنت تبدیل بکنی یا حالا بالعکسش، ولی حالا اینو اضافه کرده که چیز زیاد عجیب غریبی نیست. من توی چیزاش که داشتم نگاه میکردم توی iOSش مثلا تو کنترل سنتر نمیتونی اینو شخصی سازی بکنی، مثلا میگی یه سه بار میزنم این باز بشه، دو بار میزنم فلان بشه، فقط یکی رو میتونی انتخاب کنی، یا من حالا هنوز پیدا نکردم اون داستانی که هست رو، ولی میگم چیز عجیب غریبی نیستش که بخوام واسهش ذوق زده بشه. هر چیزی که مربوط به دیزاین بود همین بود و بس. من زیاد اهل بازی کردم با گوشی نیستم، ولی برای اینکه این گوشی رو تست بکنم یه سری بازی نصب کردم، تستش کردم، خواستم ببینم آیا لگ داره از نظر گرافیکی، از نظر مثال دارم میام خالی کردن باتری و هر چیز دیگه ای. لگ خاصی من ندیدم، مشکلی پیش نیومد، خیلی روون بازی اجرا میشه. تنها باگی که داره اون داغ کردن گوشیه که خیلی همون اوایل گفته بودم پشت گوشی قشنگ داغ میکنه وقتی داره یه چیز رو اینستال میکنی، حتی این اتفاق میفته و این داغ کردن یه مقداری رو مخم داره. وقتی هم که داغ میکنه 100% فشاری که به گوشی وارد میشه فکر میکنم باعث بشه که باتری سریعتر خالی بشه. بریم سراغ اسکرین گوشی که نسبت به سری 14 تفاوت زیادی نکرده و همون اسکرینه تقریبا. نسبت به 13 که من داشتم فول اسکرین تر شده، خیلی خوشگل تره و از همه مهمتر 120 هرتزیه و کلا یه تجربه اسموتر و نرمتری میده در حین بازی کردن، فیلم دیدن یا کلا کار کردن با گوشی. اگه تا اینجای ویدیو همراه من بودین لطفاً لایک و کامنت و سابسکرایب رو فراموش نکنین که با این کارتون از من حمایت میکنین و حمایت شما باعث میشه که چنل من رشد کنه. خب میرسیم به بخش اصلی این گوشی، یعنی دوربینش، که ببینیم
که چه چیزی باعث شده که من از 13 بیام روی این گوشی یا خیلی یا برن این گوشی رو تهیه بکنن. خب رفقا همونجوری که میدونید مثل سری 14 سنسور دوربین مینمون یعنی اون 24 میلیمتری اصلیمون یعنی همون شماره 1 مون که روی دوربین وقتی بازش میکنیم میبینیم 48 مگاپیکسلیه. توی سری جدید بالاخره اپل به خودش زحمت داد و یه لنز تله 120 میلیمتری رو به این گوشی اضافه کرد. اولین باری که این گوشی رو من کلا معرفیش رو دیدم زیاد حساب نکردم روی این لنز تله 120 میلیمتری. ولی وقتی که گوشی رو تهیه کردم باش عکاسی کردم و نمونه عکساش رو دیدم باید بگم که واقعا کیفیتش خوبه و خیلی روتون تاثیر میذاره و خیلی کارتون رو راه میندازه. بعضی وقتا دیگه نیاز نیست که یه قدم بردارین به یه سمت سوژه‌ای بخواین از اون عکاسی کنین، خیلی راحت میتونین زوم بکنین، یه لنز 120 میلیمتری در اختیارتون میذاره و عکسای خیلی با کیفیتی میتونید بگیرید، چه عکس چه ویدیو هیچ فرقی نمیکنه. مثل سری‌های قبلی لنز ماکرو و اولترا واید مون هم سر جاشه. دیتیل لنزایی که روی این دوربینه به این صورته: لنز اولترا واید 13 میلیمتری، لنز 24 تا 35 میلیمتری که همون لنز مینمونه و یه لنز 120 میلیمتریه تله که به شما کمک میکنه زوم کنید و عکسای خوبی بگیرید. بخوایم وارد بحث فیلم برداریش بشیم که من عشق کردم. چرا؟ چون که شما میتونید یه SSD همونجوری که گفتم بهش وصل بکنید و یه خروجی اپل پرورس 4K 60 فریم لای 10 بیت بگیرید. لای هم که یعنی فیلم برداری خام، یعنی میتونی بعدش کالر گرید کنی، یعنی داینامیک رنج بهتری داری و کلن واو. به خاطر اینکه تصویرایی که خودم گرفتم و کالر گریدی که کردم کلاً ذهنیت من نسبت به این گوشی عوض کرد و میتونم کلی با این گوشی کار انجام بدم و تصویرای خفن بگیرم. شاید الان یه سریاتون بگین که خب 4K 60 فریم اپل پرورس 10 بیت خام لاگ نمیدونم SSD اینا به چه درد من میخوره. باید بهتون بگم تصویرایی که از این گوشی بیرون میاد نسبت به سریای قبلی زمین تا آسمون فرق میکنه. شما حتی میتونی بری بیهیند سین معرفی این گوشی رو ببینین که با خود همین گوشی گرفتم فیلم برداریشو و وقتی من اینو فهمیدم گفتم که پشمام چه چیز خفنی. این بود که باعث شد برم این گوشی رو تهیه بکنم و کلی تصویری که توی یوتیوب هست. حالا منم سعی میکنم یه ویدیوی خفن با این گوشی درست کنم که بتونین حس و حالی که از این گوشی میگیرین، تصویرایی که از این گوشی میگیرین رو شما هم تجربه بکنین. مورد بعدی که باعث شد از 13 پرو مکس بیام روی 15 اکشن مود، یعنی شما میتونین اکشن مود روشن بکنی و خیلی راحت دنبال سوژه بدوی یا هر کاری که میخوای بکنی و یه تصویر کاملا اسموت و نرم و انگار استابلایزر بستی دیگه، یه چیز خفن بهت تحویل میده. فقط و فقط باید حواستون باشه که تصویر برداری تو اون مورد یعنی اکشن مود دیگه 4K نیستش، به شما 2.8 یه تصویر 3K میده که اینم یه چیز عادیه. توی دوربین های عکاسی و فیلم برداری حرفه‌ای هم شما بخواید این کارو بکنین، وقتی که میخواین تصویر رو استابلایز بکنین ناخودآگاه تصویر کراپ میشه و به خاطر همین این گوشی هم از این قضیه مستثنا نیستش. رفقا راستی اگه میخواین به این فایل ها عکس ها ویدیوهایی که میگیرم دسترسی داشته باشین میتونین تو کانال تلگرامی من جوین بشین، اونجا میتونم براتون قرار بدم. اگه دوست داشتین میتونین استفاده بکنین، حالا تصمیم بهتری میتونین بگیرین وقتی که عکس و ویدیوها رو از نزدیک خودتون ببینین. کانال تلگرامی هم توی دیسکریپشن مینویسم، میتونین از اونجا جوین بشین. بریم سراغ موضوع بعدی یعنی باتری. موزلی که همیشه من با آیفون داشتم، همیشه همراهم یه پاور بانک دارم، یه کابل ازم آویزونه چون که خب زیاد تصویر میگیرم، زیاد با گوشیم کار میکنم و همیشه یه موزل بوده برام و اینم هیچ وقت حل نشده برام متاسفانه. چون که اپل میگه الان شما با این گوشی میتونی 29 ساعت نان استاپ ویدیو ببینی، ولی بعید میدونم چون که گوشی هم داغ میکنه و این داغ شدنش روی باتری هم تاثیر میذاره. من با این گوشی روی SSD 10 15 تا ویدیو گرفتم و بعد از اینکه این ویدیو رو گرفتم 30-40% از باتریم کم شد و 100% من اگه بخوام نیم ساعت با این گوشی فیلم برداری بکنم خیلی بیشتر از این حرفات هست، یعنی باتریم خالی میکنه. معمولا این بلوفی که به نظر من اپل میزنه، میگه باتریش خیلی خفنه، خیلی کارایی داره، شما 4 تا نرم افزار مثل یوتیوب و اینستاگرام و توییتر و این داستانا رو باز کنی، 4 تا ادیت با کپکات و ویدیو لیپ و اینجور چیزا بزنی کلا باتریت خالی شده، پس روی باتریش زیاد حساب باز نکن. برسیم به جایی که من تجربه شخصی یعنی اون اکسپریانسمو بهتون میگم. حالا تصمیم گیرنده شما هستین که این گوشی رو تهیه بکنین یا نکنین. من از بخش تصویر برداریش مخصوصا فیلم برداریش یعنی لنزها و دوربینی که روی این گوشی هستش خیلی راضیم. 100% بهمم خیلی کمک میکنه توی کارهای روزمره‌ام و مخصوصا یوتیوبی که دارم جلو میبرم. یعنی شما میتونین این گوشی رو تهیه بکنین، باهاش ولاگ بگیرین، باهاش تصویربرداری کنین و کلی کارهای باحال انجام بدین، چون که واقعا تصویربرداریش مخصوصا توی فیلمبرداری بی‌نظیره. تو بحث سرعت و پردازش و سیستم عامل iOS 17 همه چیش عالیه، بی‌نظیره، خیلی راحت کار میکنه، قدرتمنده، هیچ لگی نمیزنه، هیچ باگی نداره، فقط و فقط داغ میکنه که امیدوارم اپل بتونه اینو
حل بکنه. مورد بعدی سبوکی گوشیه که به خاطر اون تیتانیومی بودنشه و کلا حس و حال خوبی میده. یه مقداری اون اوایل اذیتم کرد، انگار اسباب بازی بود، ولی الان واقعا خیلی خوبه، خیلی بهم حال میده. کلا جنس گوشی، خود اون گوشی حالمو خوب میکنه. اگه نظر منو بخواید بگین که آیفون 14 داریم، از 14 بیایم روی 15، به نظر من اگه تصویر برداری، فیلم برداری یا عکاسی حرفه‌ای انجام نمیدید، نیاز نیست. چون که همون چیزایی که اونجا دارین و اینجا دارین، فقط و فقط اونجا داغ نمیکنه، این داغ میکنه. یعنی حواستون باشه به این قضیه. اگه کار حرفه‌ای فیلم برداری عکاسی نمیکنین، به نظر من نیازی نیست. حالا شاید بگی که آیا از 13 بریم روی 15 100%، چون هم اسکرینش فرق میکنه، هم قدرتمندتره، همین که گوشی از نظر تصویربرداری و عکاسی بی‌نظیره. زمین تا آسمون با 13 فرق میکنه. وقتی من از 13 اومدم رو 15 اینو قشنگ حس کردم. پس به کسایی که از 13 میخوام بیان رو 15 میگم 100% این کارو انجام بدید. سعی میکنم با این گوشی بیشتر کار بکنم. هر باگی بود، هر مشکلی بود رو توی کامنت ها مینویسم، پینش میکنم که بیاد بالاترین حد شما هم ببینید. شاید 4 ماه بعد، 5 ماه بعد تصمیم بگیرید این گوشی رو بخرید و شاید اون موقع بهتون کمک بکنه تمام این مشکلات، معایب، مزایا رو ببینی و بعدش تهیه بکنی. لطفاً نظراتتون رو توی کامنت ها بهم بگید. هر مشکلی داشتید، هر سوالی دارید ازم بپرسید، منم تو سریع‌ترین موقعیت ممکن جوابشو میدم. دمتون گرم که هستین، دمتون گرم که حمایت میکنین. تا ویدیوی بعدی، فعلاً.